سلام دوستان عزیزم، من مرضیه سمایی هستم و در یک برنامه دیگه از میز گرد ما در خدمتتون هستم. امروز میخوام براتون تحچین مرغ درست کنم، ولی نه تحچین مرغ مجلسی، تحچین مرغ خودمونی که واسه خودمون توی خونه درست میکنیم. تحچین مرغ با استخون، به خاطر طعم و مزهش، به خاطر اینکه وقتی مرغ با استخونه اون شیرش میاد بیرون و خیلی خوش طعم و خوش مزهش میکنه. و البته یه مشکلاتی هم داره که شما وقتی میخواین این تحچین رو ببرید، به خاطر اون استخونا نمیتونید قشنگ برش بدید، تیکه تیکه میشه، باز میشه، ولی بی نهایت خوشمزه است. گاهی اوقات شما دو سه تیکه مرغ کوچولو دارین و اینو میخواین تحچینش بکنید، ولی غذاتون یه چیز دیگه است. مثل من که امشب غذام قیمه است، ولی این مرغا رو میخوام واسه تحچین بذارم که اون حالت تعدیکش حالت تحچین باشه، ولی بین تحچین و تعدیکه، چون تحچین خودش یه غذای اصلیه و من اینو به عنوان غذای اصلی نمیخوام استفاده بکنم. و بهتون بگم خوشگل از نظر برش در نمیاد، به خاطر اینکه استخون داره و اون استخونا مانع میشن و باعث میشن که بشکنه اون تیکای تحچین و شاید ظاهرش زیبا نباشه، اما بی نهایت خوشمزه است. و تحچین مجلسی زیبا رو من به زودی براتون درست میکنم و نشون میدم. این تحچین خودمونیه. حالا میخواستم بهتون بگم که خانم اینجا، من یادداشت کردم که یادم نره، با عرض معذرت من دفعه قبل گفتم آقای دکتر AL، ولی نمیدونستم ایشون فرمودن که اسم من فهیمه است و ایشون خانوم هستن، آقای دکتر نیستن، خانوم دکتر فهیمه هستن. و گفتن با توجه به همه این حرفا که شما گفتین آقای دکتر، باز هم من از شما سپاسگزاری میکنم برای اینکه برای کامنت های ما ارزش قائلید و همین که اینجا یادی کردید و گفتید، نشان دهنده اینه که شما ارزش خاصی برای بیننده هاتون قائلین. مسلما همینه، تمام شما عزیزان دیگه خانواده بزرگ من هستید. و همینطور خانم صدیقه قلی‌پور گفتن من 33 سالمه و شما دفعه قبل اسم پسرم و مسیحا اسم پسر منه، اینو خواستم درستش بکنم. مرسی مسیحا جون که این برنامه رو تماشا میکنی و همینطور مرسی خانم دکتر فهیمه که این برنامه رو تماشا میکنید. من خیلی خوشحالم از اینکه شماها به این شکل منو تشویق میکنید. خانم راهله از هلند گفتن که من دوستامو همشونو چای خور کردم و هر وقت که چای میخورن همشون به یاد منن و زنگ میزنن میگن ما الان داریم چای میخوریم به یاد تو. خانم نسیم رضایی گفتن که اسم این دستگاهی که شما استفاده میکنید مولینکس نیست، مخلوط کنه. ممنونم خانم نسیم. من طبق عادت میگم و انشالله که یادم بمونه، اگه یادم نمون حمل بر بی احترامی به گفته شما نیست. خانم مرجان گفتن که من چندین بار کامنت گذاشتم، دختر من این برنامه شما رو تماشا میکنه و خیلی به برنامه‌تون علاقه منده. دختر نازنینشون تینا حبیبی. تینا جون مرسی از اینکه به این برنامه علاقه داری و من هم سعی میکنم که این برنامه رو متنوع‌تر بکنم برای هر سنی. خانم آسیه رسولی گفتن که خیلی این برنامه رو دوست دارن. افرادی که من اینجا اسماشون رو میخونم افرادی هستن که خودشون علاقه داشتن که حتما من اسمشون رو ببرم، ولی همه کامنت های شما رو من میخونم. اگر هم کامنتی رو تا الان نخوندم، مطمئن باشید که در حال خوندن هستم، هنوز بهش نرسیدم. خانم سریا از افغانستان گفتن اسم منو بگین، خیلی این برنامتون رو دوست دارم. و خانم آرزو محمدی گفتن همسرم آقای محمد عسکریان خیلی عاشق چای هستن و خیلی چای می نوشن. خانم فرشته حسینی گفتن که من دختر افغان هستم از فرانسه، ویدیوهای شما و دخترای گلتون رو تماشا می کنم. ممنون از شما، ممنون از تمام عزیزان که به این برنامه توجه دارن و مرسی از تمام کامنت های زیبایی که برای من می نویسید، کلی به من انرژی می دین.
و دیگه اینکه این تحچین امروز یادتون نره ها، یه تحچین خودمونیه. وقتی که کسی نیست، وقتی مهمون ندارین، وقتی توی خونه خودتون یه مقدار مرغ اضافی دارین میخواییم بذارین تای برنجتون، برنجتون از اون حالت تعدیق بشه تحچین و مقدارش هم کم و کوچولو باشه هیچ اشکالی نداره. و هدف ما اینه که بگیم با کمترین مقدار مواد غذایی هم که شما دارید میتونید. من کمه ویدیو در این لحظه دارم میرم بودو. چی بهتر از این؟ خوش اومدی عزیزم. امروز مرسی. بدون آرایش. شما بدون آرایش همه نوشتن بی نهایت زیبا هستین. خب یه چایی از این میزه گرده ما به شما بدم. خیلی... نه قبل سویدن نمیتونم چایی بخورم. آها خیلی خب. خب پس سلام کردین دیگه، خداحافظی هم بکنین. خداحافظ. خب عزیزان چی داری درست میکنی؟ برای امشب تحچین مرغ. اوه آره. چه خوشمزه، من اوردی دهنم آب افتاد. خب یه چایی می نوشیم با هم دیگه و بعد میریم آشپزخونه. به 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 به، هر وقت اومدم خونه هاتون یادتون باشه فقط من چای میخورم. حالا با هم دیگه بریم آشپزخونه. بوی زخم مرغو به این شکل میگیرم، میندازم توی آب و یک کم که کفشو که بگیری دیگه بوی زخمش گرفته میشه، نیازی نیست که بجوشه، در همین حد کافی. خالیش میکنیم. سر به میگیرم روش که کفاش به اینطوری بوی زخمش هم گرفته میشه و هیچ گونه کفی نداره و مرغمون خیلی خوشتم و خوشمزه میشه. ببینید چقدر مرغمون تمیز و باحال شد وقتی که به این شکل کفشو میگیریم. حالا یه پیازی که چهار قاچ کردم میریزم داخلش و زیرشو روشن میکنم و یه مقدار آب میریزم و نمک میزنم تا بپزه برای تحچینمون. و حالا درشو میزنم. برنجمون همونطوری که میدونید برنج کامرانه، نمک زدم، آب لیمون یکم بهش اضافه میکنم و یک مقدار روغنم بهش اضافه میکنم. به 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 به، از این برنج چه برنجی. زعفرون رو خیس کردم. تحچینی که میخوام امروز درست بکنم تحچینیه که من آردی خورشت قیمه واسه شاممون درست کردم. این تحچین اون تحچین قالبی نیست، یه دفعه براتون تحچین قالبی رو درست میکنم که فقط غذاتون تحچینه، اما از این هم میتونید شما به عنوان تحچین استفاده بکنید. این تحچین رونای مرغو الان میذارم بهتون نشون میدم که به چه شکلی. فقط تای قابلممون این تحچین رو درست میکنم. شما این برنج کامران رو ببینید، واقعا قد بلند و عالی، فوق‌العاده برنج خیلی خیلی خوبی. سوالای مکرر شما باعث شد که من زنگ بزنم به روی یکی از کیسه های برنج. زنگ زدم و ازشون پرسیدم، گفتم این برنج، میگم برنج هندی خوب نیست به خاطر اینکه توسط مواد شیمیایی یا نمیدونم مواد دیگه‌ای که در کشاورزی به کار میره باعث میشن که قدشون بلند بشه. ایشون گفتن که این برنجا هم هندی هن هم پاکستانی، یعنی در منطقه پنجاب کاشته میشن که پنجاب زمینایی هست که
یه خط مرزی وسطشون هست که نصفش مال پاکستانه و نصفش مال هندوستانه، ولی در واقع زمین یکیه، منتها یکیش برنج پاکستانی اسمش و اون یکی دیگه برنج هندی. افرادی که بیزینسمن هستن و میدونن که مواد خوراکی که وارد انگلیس میشه حتما قبل از اینکه وارد این کشور بشه توی گمرک، زمانی که توی هر کشوری که هست گمرک از اون نمونه برداری میکنه، میفرسته لب و اونو آزمایشش میکنن، اگر برابر استانداردهای انگلیس باشه این برنج رو یا هر مواد غذایی دیگه، میوه یا هر چیزی، اگر برابر استانداردهای انگلیس باشه اینو اجازه میدن که وارد کشور بشه، وگرنه گمرک به هیچ عنوان اجازه نمیده که اونو از اون کشور مبدأ اینو بفرستنش. همونطوری که میبینید این گلامون الان خیلی مدت مدیدیه که با عشق من نگهشون داشتم و اینا با عشق کنار من موندن. حالا بریم سراغ تعچینمون. خب اینم از این قابلممون، چون تعچینش توی این خیلی عالی میشه. دو قاشق ماست اینجا داریم، من سه تا تخم مرغ میشکنم. تخم مرغ رو اگه شما زرده تنها بزنید خیلی خوشمزه تر میشه، نرم میشه، عالی میشه، ولی چون هم کلسترولش خیلی بالاست زرده تنها و هم اینکه خودشون نمیگیره، ممکنه که یه حالتی مثل خمیری بشه، به خاطر همین بهتره که زرد و سفید رو با هم بزنید. البته توی این نوع تعچین، چون این تعچین با اون تعچینی که فقط غذاتون تعچینه و روش برنج نداره فرق میکنه. ماست و تخم مرغ رو زدیم، حالا زعفرون هم بهش اضافه کردیم، همش میزنم. این هم گلابه، یه مقدار گلابم بهش میزنم. حالا برنجم رو بهش اضافه میکنم. کف قابلمه‌مون یه مقداری روغن ریختیم، حالا این موادی که مخلوط کردم برمیدارم، یه مقداریشو تای این پهن میکنم. ماست و تخم مرغ رو مخلوط کردم، برنج رو مخلوط کردم، یه مقدار رو ریختم توی قابلمه و حالا مرغا رو میخوام بهش اضافه کنم. ببینید کف قابلمه پهن کردم، البته دستای من تمیزه، شما هر چی که بگید من از این دستا باید استفاده کنم نمیشه. ببینید به چه شکلی میذارم، این فوق‌العاده خوشمزه میشه. رون مرغ با استخون که هم طعمش هست واقعا خوشمزه و عالی و هم اینکه اون تعچین قالبی که شما فکر میکنید، امروز اونو درست نکردم، امروز این تعچینه. خب حالا این آبش هم باید میدم روش که حسابی خوشمزه بشه. انگور یه مقدار کوچولو این دور و برش میدم که تعچینمون، چون تعچین میدونین اگه روغن نداشته باشه خوب نمیشه. حالا برنجشو، این برنجا رو میدم روش. این همه غذا رو سپیده باید بخوره. واقعا چه برنجی. این برنج کامران رو من خیلی به شخصه دوست دارم. دوم کفگیرمون رو به این شکل میزنیم که هوا وارد بشه و دمش میکنیم. شعله پخش کنو میذارم، اینم میذارم، زیرشو کم میکنم.
تعچین ما چه شکلی میشه. آبنمامونم روشن کنم. اینو گذاشتم روش که آب نزنه بالا. بکشم به من یکی از عزیزان گفتن کفشو بذار توی آن یک دقیقه تردیکت گفتن راحت میاد بیر به 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 از این برنج ببینید چه برنجی. اصلا من روی برنج روغن نمیدم. یه طوری میکشم که به تعچینمون رو حفظش کنم. تعچین مرغ. حالا ببینید توی قابلمه رو میبینین رسیدیم به تعچینم. بهترین راهش اینه که چون اینجا مرغامون با استخونه فقط این استخونای مرغ مانی میشه که من چاقو رو درست بکشم، ولی واقعا تعدیکه داره خیلی قشنگ سلام علیک میکنه. به 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 از این تعچین ببینید قیافشو. چه شده؟ خیلی تعچین فوق‌العاده‌ایه واسه خودتون، اما با تعچین مهمونم من بهتون نشون خواهم داد. تعچین خونگی آنچنانی ببینید. یه تعچین خوشمزه خونگی و خوشطعم و عالی. ببینید چقدر عالی. این هم از قیممون هم آماده است و بریم حالا ببینیم. ولی خوشمزه است ها، ممکنه مجلسی نیست. یادتون باشه واسه تعچین مجلسی استخون نباید داشته باشه، زرشک باید داشته باشه، کلی رسمی باید باشه. این فقط یه تعچین خونگی که دلتون میخواد یه تعچین خوشمزه داشته باشه. بریم ببینیم. اوکی خب عزیزان، این هم از تعچین ما. سفید جون من که واقعا دهنم افتاد. این یه تعچین، یعنی یه چیزیه، ببخشید راست حرفت، تعچین یه چیزیه که مخصوصا اگه خوب درست کرده باشی که شما استادی، واقعا استادین شما. مرسی. واقعا تعچین یه چیزیه که همه روش میریزن، یک کمش هم نمیمونه. این مغز قلم. آره تعچین مثل مغز قلمه، یه چیزیه که
واقعا همه دوست دارن و دستورش باید درست باشه. من ترچین بد خوردم ولی هایجین عالی مثل این خانوم خیلی مهمه. شما خیلی با سلیقه، خیلی هایجینیک، همه چیو خیلی خوشمزه. یعنی فقط چون مامانمی نمیگم مرسی، فقط میخوام بگم که این تچین تچین مجلسی نیست. میدونین که براتون تچین مجلسی درست کردم. استخون داره، استخون داره، قالبی نیست. این یه تچین خوشتم و خوشمزه خودمونی واقعی. خودمون معلومه خودمونیم، چون این آقا هم یه کوچولو ریشاش امروز در اومده برای میز گردمون. آره. ریشاشو نزد. این همه چیز این میز امروز خیلی خودمونیه. آره همه واقعا خوشگل شدیم. بفرمین شما... زودتر بابا دهن اونا رو و شما هم خودمونین دیگه. ببینید بفرمین تحکین مرسی برسه پیده بزن. من ببین من از این اینجاش دستم میشم خونم بکشم؟ بله بفرمایی. از اینجاش دستم. آها از ببینین هم اینشو دوست دارم ولی جاهای نرمشو خیلی جاهای نرمشو مثلا من نون نرمم خیلی دوست دارم. ببخشین حالا یک کوچولم از اینجا اینو بردارین. نه 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 اصلا برنج ساده شو نمیدونم چرا درست کردم. برنج ساده رو واسه قیمه. خب حالا شما میل کنیم ببینم قشنگ بکشستم. میکشم. این دوتا راستی به خدا برای فیلم اینطوری هستن، همیشه اینطوری هم. یعنی واقعا شاید مثلا یکم لحنشون فرق داره ولی به غیر از فیلم اینطوری با همیشه میگه چرا اینقدر چرا اینقدر لاغر شدی؟ اصلا چی میگم من وقتی میگم پوست و استخون شدی؟ داشت میگم که گوشش پوست و استخون. اگه یک کم مثلا کم در بکشیم. بح 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 خیلی طعم زعفرونش عالیه. تحچینات همیشه تکه. آره قشنگ زعفرونش رو احساس میکنین روش. زعفرون، گلاب و اون عطر عطر و طعم مرغ و با اون روشی که من درست میکنم که اول شروع کردیم نمیتونیم دیگه. شما راحت باشین. من یه خوشخبری دارم که بدم بگم و دلم میخواد که اون خوشخبری رو شما سپیده جون خودتون کاملا توضیح بدین، چون خیلی‌ها به من برای من نوشتن که سپیده جون و دخترها کلن چون میدونین هر ستاشون دکترن نوشتن که بچه ها برای ما کارهای بوتاکس و این چیزا انجام میدن. حالا دیگه خودتون میتونین آدرس بدین و کلینیکتونو نه نگو کلینیکتونو معرفی بکنین. بله سلماز و من کلینیک دکتر اس استتیکس باز کردیم توی هالی استریت نمبر 1A هالی استریت. برای همه بیننده‌های عزیزمون که تو لندن هستن این کلینیک توی هالی استریت لندن هستش و کارهای زیبایی و تزریقی انجام میدیم مثل بوتاکس، فیلر، پی آر پی و ترد لیفت. اگه دوست دارین پیجمون رو دنبال کنین و هر سوالی دارین میتونین از طریق دایرکت از ما بپرسین. اگه میخواین اپوینتمنت چی میشه؟ ببخشید وقت بگیرید. اگه میخواین وقت بگیرین کانسالتیشن بوک کنین حتما از طریق دایرکت مسیج یا روی پیجمون شماره تلفن هم هستش که بتونین برای ما واتساپ یا تکست بفرستین و سوالم بپرسین و خیلی خوشحال میشیم که شما رو اونجا ببینیم. شماره 1 هالی استریت همه میدونن یعنی بهترین پزشکای خصوصی انگلیس. مبارک باشه. مبارک باشه. میدونم بهتون افتخار میکنم. منم به شما افتخار میکنم. به هر ستاتون افتخار میکنم. اینم به خاطر پیروزی شما و موفقیت شما. نه دیگه اونو باید یه دونه تچین مجلسی من درست بکنم. نه همینش بهتر از مجلسیه. این هم از خبر خوبی که دوست داشتیم بهتون بدیم و حالا دیگه تمام عزیزانی که میپرسن که کجا باید برن چه بهتر از این که پیش پزشکان برن. پزشکانی که واقعا از همه نظر مطمئن هستن. مرسی. مرسی که این برنامه رو تماشا کردین. اگه دوست داشتین لطفاً یک thumbs up بدین. اینجا دکمه thumbs up هستش و 100% سابسکرایب کنین که ویدیوهای آینده ما رو تماشا کنین.
مرسی عزیزان من، امیدوارم هر جای دنیا که هستین شاد و خندان باشین. شب و روزتون بخیر، خدا نگهدار. ایام به کام، خوشحال شدیم. به به، تا اینکه آقا خوشگل خدافظی نکنه، خدافظی نمیشه. خدا نگهدار، خداحافظ. چقدر خوشمزه است. خیلی. خانواده بزرگ من، این قسمت رو من خارج از برنامه اومدم که بهتون یه خبر بدم. میخوام بگم که امروز اول دسامبره و اینجا بر وزن کریسمس میخوام بگم که ولاگماس داریم ما. یعنی اینکه تمام ماه دسامبر رو هر روز یه ویدیو براتون میذارم. یه رسمه که تک و توکی این کارو انجام میدن. حالا خواستم بهتون بگم که تمام روزهای دسامبر رو تا آخر ماه دسامبر ما هر روز یه ولاگ داریم. فردا میبینمتون.